گزارش‌های رسانه‌ها از تظاهرات واشنگتن و ملاقات اوباما با مالکی. واشنگتن پست، 1 نوامبر. اوباما با مالکی ملاقات کرد و بر دوستی فعلی متعهد شد، اما هیچ تعهدی برای کمک داده نشد. به دنبال ملاقاتی در کاخ سفید، اوباما هیچ تعهد علنی برای دادن تجهیزات نظامی یا سایر کمک‌ها که مالکی خواسته بود به او نداد. اعتراض کنندگان از مالکی هنگام ورودش به کاخ سفید استقبال کردند، در حالی که مالکی نخست وزیر عراق روز جمعه برای ملاقات با پرزیدنت اوباما آمده بود. گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق یک اعتراض در مقابل کاخ سفید برگزار کرده بود. اوباما مصرانه از مالکی خواست تا قانون انتخاباتی را تصویب کند که عراقی هایی که مخالف کاربرد خشونت هستند بتوانند اختلافات سیاسی خود را ابراز کنند. در کنگره یک گروه دو حزبی از قانونگذاران یک قرارداد فروش هلیکوپتر را متوقف کردند، به این خاطر که نگران هستند نیروهای مالکی ممکن است از همین آپاچی ها علیه مخالفان داخلی که مرتبط با القاعده و سایر گروه های تروریستی نیستند استفاده کند. این قانونگذاران همچنین مالکی را متهم کردند پرواز هواپیماهای رژیم ایران را که تسلیحات و عناصر نظامی برای حمایت از بشار اسد منتقل می کنند نادیده گرفته است. در اوایل این هفته سناتورهای ارشد دموکرات کارل لوین و رابرت منندز و مکین جمهوری‌خواه و جیمز اینهوف و باب کراکر و لینزی گراهام مالکی را به خاطر سوء مدیریت سیاست عراق مورد حمله قرار دادند. آنها گفتند دولت او مدیون نفوذ بدخواهانه ایران است و کشورش در خطر سقوط به جنگ داخلی قرار دارد. خبرگزاری فرانسه از واشنگتن: مالکی آرزوی لیستی از جنگ‌افزارهای نظامی را داشت، از جمله هلیکوپترهای تهاجمی که همراه با سفارش جت‌های جنگنده داده بود تا به ارتش غیر مجهز وی در نبرد با شورشیان کمک کند. اما او نگفت که آیا واشنگتن با درخواست‌های وی موافقت کرده است یا خیر. قبل از گفتگوها تظاهرکنندگانی که در بیرون کاخ سفید تجمع کرده بودند دولت عراق را به خاطر قتل 52 ایرانی تبعیدی کمپ اشرف در عراق در اول سپتامبر محکوم کردند. مقامات عراقی درگیری‌های درون گروهی را مسبب این قتل‌ها می‌دانند. اما سازمان مجاهدین خلق ایران گفت سربازان وارد کمپ شده و اموال را به آتش کشیده و بر روی افرادی که در آن بودند آتش گشودند. بیش از 3000 نفر از ساکنان سابق کمپ اشرف اکنون در یک پایگاه سابق آمریکا، کمپ لیبرتی در خارج بغداد مستقر هستند. حامیان سرشناس این گروه از جمله نیوت گینگریچ، رئیس پیشین کنگره و تام ریج، وزیر پیشین امنیت داخلی آمریکا در این تظاهرات سخنرانی کردند. سناتور توریسلی گفت مالکی وجدان کشور خود را در یک اتحاد نامیمون به ملاهای ایران فروخته است. وال استریت جورنال: تظاهرات پرسر و صدا در حالی که اوباما میزبان مالکی است. روز جمعه ایرانیان در اعتراض به ملاقات رئیس جمهور باراک اوباما با نوری مالکی در مقابل کاخ سفید تظاهرات کردند. در هنگام این دیدار از کاخ سفید قانونگذاران و مقامات پیشین هم به این خواسته ها پیوستند و گفتند مالکی باید مسئول شناخته شود و نیروهایش باید 7 گروگان روبوده شده را آزاد کنند. تظاهرکنندگان و حامیانشان پرچمهایی را به اهتزاز درآورده بودند و پلاکاردهایی را حمل می کردند که بر آنها نوشته شده بود مالکی دیکتاتور و نقض حقوق بشر را متوقف کن. تظاهرکنندگان همچنین از اوباما خواستند به قولهای آمریکا مبنی بر تضمین حفاظت مخالفان ایرانی در منطقه عمل کند. مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران از طریق تلکنفرانس گفت که پس از ملاقات با مالکی آقای اوباما در رابطه با این پناهندگان مسئولیت بیشتری بر عهده خواهد داشت. نیوت گینگریچ رئیس پیشین کنگره که در حمایت از ناراضیان شرکت کرده بود به وال استریت جورنال گفت بحث بر سر شرافت آمریکاست. اگر مالکی آماده نیست که یک شریک صادق باشد
و واقعا میخواهد یک مأمور رژیم ایران باشد، پس دلیلی وجود ندارد که ایالات متحده او را تقویت کند. آقای گینگریچ هنگام سخنرانی برای تظاهرات کنندگان از آقای اوباما خواست که به وزارت خارجه دستور دهد موانع بروکراتیک را در مورد بیش از 3000 پناهنده ایرانی مستقر در عراق کنار بزنند. پاتریک کندی به وال استریت ژورنال گفت ما نباید به مالکی اجازه بدهیم که به حقوق بشر و توافقات واضح خود با آمریکا بی‌توجهی کند و فکر کند که می‌تواند دلارهای مالیاتی و فداکاری بیشتر از آمریکا طلب کند. این منطقی نیست. این تظاهرات توسط ایرانیان مخالف که حامیان شورای ملی مقاومت ایران هستند سازماندهی شده بود. واکنش کاخ سفید در قبال تظاهرات واشنگتن برای آزادی گروگان‌های اشرف و حفاظت لیبرتی. اظهارات سخنگوی رئیس جمهور آمریکا. رئیس جمهور به زودی با مالکی ملاقات دارد و من مطمئنم این هم یکی از موضوعات باشد. ما عمیقاً نگران سرنوشت افرادی هستیم که از کمپ اشرف ربوده شدند و نگران امنیت ساکنان لیبرتی در عراق هستیم. ما این مسائل را فعالانه و روزانه با یونامی، کمیساریای عالی پناهندگان، دولت عراق و سایر مقامات زیربط دنبال می کنیم. ما به دنبال اطلاعات در مورد اعضای مجاهدین خلق که مفقود شدند هستیم. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که تا سرحد امکان حفاظت برای ساکنان لیبرتی ارائه شود. Well, as you know, the president has meetings this afternoon with very shortly with Prime Minister Maliki, and I'm not going to give you a readout of meetings that haven't happened yet. They'll discuss a whole range of issues. This is, I'm sure, going to be one of them. But this is an important relationship, and it's one that, in the aftermath of the ending of the Iraq War and the withdrawal of U.S. troops, remains important, and our commitment remains very strong to Iraq and the assistance we provide them in dealing with their challenges from Al-Qaeda in Iraq, the renamed Al-Qaeda in Iraq, and dealing with their overall economic challenges as they continue to make progress out of the past that created so many problems for the Iraqi people. What's the current position on who is responsible for that? Let me say this. I'm sure the State Department has more on this for you, but I can tell you that we remain deeply concerned about the fate of the individuals abducted from Camp Ashraf, as well as the security of the residents remaining in Iraq at Camp Haria. We are pursuing these matters actively and daily with UNAMI, with UNHCR, the government of Iraq, and other relevant authorities to seek information on the MEK members who went missing and to ensure as much protection as possible is provided for the residents who are at Camp Haria. So I'm sure, these are the kinds of conversations we have with our counterparts as part of a whole array of topics that will come up.